سلام به همه دوستای گلم. به آشپزخونه من خوش اومدید. هانی هستم و امروز در خدمتتونم با یک ویدیوی جدید با یک کلوچه از سرزمین افغانستان. این کلوچه خوشمزه رو امیدوارم که شما هم بپسندید و درست کنید همراه من. بریم ببینیم که این کلوچه از چه موادی تهیه میشه و چه شکلی میشه. خب اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، لطفا دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و علامت زنگوله رو فشار بدید تا هر ویدیو جدیدی که میذارم پیامش واسه شما هم بیاد. بچه ها، این موادی که من الان اعلام میکنم شما بنویسید، ولی من نصف این مواد رو میخوام درست بکنم. لطفا توی تصویر اگر میبینید یک تخم مرغ هست، اینو اشتباه نگیرید. موادی که لازم داریم 3 عدد تخم مرغه که من اینجا نصف کردم و 1.5 تخم مرغ میریزم. اگر شما هم خواستید که موادتون رو نصف کنید، اون یه تخم مرغی که میخواید نصف کنید سخته، خب اندازه گیریش، همه رو با هم بزنید و بعد با قاشق اندازه گیری کنید، ببینید کلش چند قاشق غذاخوری شده و بعد نصفش رو استفاده کنید. خب پس 3 عدد تخم مرغ، شکر داریم 200 گرم اضافه میکنیم، روغن 237 میلی لیتر، روغن مایه 237 میلی لیتر، اونم اضافه کنید. خب حالا به مدت 7 دقیقه با همزن برقی مخلوطشون میکنیم. الان موقع اضافه کردن وانیل هستش، 1/2 قاشق غذاخوری. من چون از وانیل شکری استفاده می کنم یک کمی بیشتر می ریزم. بیکینگ پودر داریم 2 قاشق چای خوری، دوستان دوباره تکرار می کنم چون من همه مقدار موادم رو نصف کردم، 1 قاشق چای خوری می ریزم، ولی شما اون مواد، همه مواد اصلی که میگم رو بریزید. 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 2 قاشق غذاخوری ماست اضافه میکنیم که من اینجا 1 قاشق میریزم، 2 بار موادمون رو با هم ترکیب میکنیم. در همین حال دیگه به همزن احتیاجی نداریم و الان آرد و پیمونه پیمونه اضافه میکنیم و با لیسک اول هم میزنیم و بعدم با استفاده از دست میخوایم ورزش بدیم. خب 500 گرم آرد داریم، 2 ظرفم تمیز میکنیم که شکری نمونده باشه، که شکر و زرده تخم مرغ که بعداً توی کلوچمون بوی زخم تخم مرغ بگیره. دوستای عزیزم، دوستای عزیز افغانی، امیدوارم که این کلوچه رو من خوب درست کنم.
حتما که شما بهتر بلدید، ولی من درست میکنم برای کسایی که بار اولشونه و تا حالا ندیدن. لطفاً واسم کامنت بذارید که اسم واقعی این کلوچه چیه؟ آخرین پیمونه رو هم اضافه میکنم. بچه این کلوچه خیلی راحت درست میشه و از یک مواد خیلی ساده ولی طعم خیلی خوشمزه ای داره. خیلی راحت میتونید تو خونه درست کنید و بدون دردسر. زمان زیادی هم نمیبره. بعضی کلوچه ها رو دیدید که باید استراحت بدید و بذارید چند ساعت خمیرش بمونه، ولی این کلوچه اینطوری نیست. خمیرش که الان آماده بشه میتونیم توی فر بپزیمش. اینو دیگه اینقدر باید این خمیر رو ورز بدیم که به دست نچسبه. خب منم دیگه لیستکم رو تمیز میکنم و شروع میکنم با دست ورزش بدم. خب بچه ها وقتی که به این حالت رسید خمیر دیگه به دستتون نچسبید، موقع پهن کردن خمیره. اگر اولین بارتونه که این کلوچه رو درست میکنید، همه مواد رو استفاده کنید، نیاید مواد رو نصف بکنید، چون ممکنه کارتون خراب بشه و وسط کاری اتفاقی بیفته ندونید چی کار کنید. وقت تا زمانی که دارید خمیر رو ماساژ میدید، اگر دیدید یه چند دقیقه 5 دقیقه ماساژ دادید و بازم به دستتون میچسبه، یک کوچولو دیگه آرد بهش اضافه کنید و ماساژ بدید تا زمانی که دیگه به ظرف هم نچسبه. ببینید کلن جدا بشه و ببینید کلن دیگه به دست نمیچسبه. خب الان دیگه روی صفحه روغنی پهنش میکنیم به قطر 10 سانت و بعد قالب میزنیم. خب بچه خمیرتون رو به قطر 10 میلیمتر پهن میکنید. اگر من گفتم 10 سانت اشتباه گفتم، 10 سانت خیلی زیاده. قالب که زدید بعد دوراشو دوباره بردارید و خمیر کنید، دوباره از اول پهن کنید و یه بار دیگه قالب بزنید. سعی کنید که همشون یک اندازه باشن که وقتی داخل فر میذارید یک نواخت پخته بشه. فرتونم از الان دیگه باید روشن کنید.
قبل از اینکه شروع کنید خمیر رو پهن کنید، فرتون رو دمای 180 درجه بذارید، 180 درجه سانتیگراد. اینجا من یکی یکی قالب میزنم، بر میدارم و توی سینی میذارم که نشونتون میدم. خب بچه، از هر قالبی که دارید میتونید استفاده کنید. منم از یک ظرف مربع شکل استفاده کردم و الان دور اینو جدا میکنم، دوباره این خمیر اضافه رو پهن میکنم و ازشون شکل میسازم. خیلی میتونید با استفاده از کاردک یا چاقو کمک بگیرید که، یا اگرم میتونید که روی خود کاغذ روغنی پهن کنید که نچسبه. یک کوچولو شکلش به هم ریخت ولی من دوباره درستش میکنم. جای انگشتم همه مونده زیرش. خب الان کار پهن کردنمون تموم شد. یه ذره تخم مرغ میزنید. و با استفاده از بروس یا حالا هر وسیله که دارید روی کلوچه ها میزنید. اینم قسمتی از سفید است که میمونه، اونو باید دور بریزید. حالا با استفاده از نوک چنگال میخوایم یه شیارایی روش ایجاد کنیم. ببینید این شکلی. بله، شما به سلیقه خودتون هر جوری که دوست دارید میتونید تزیینش کنید. به مدت 20 دقیقه تو دمای 180 درجه سانتیگراد میذاریم تو طبقه وسط فر. دوستای گلم، کلوچه خوشمزه و تردمونم آماده شد. ببینید چه خوشگل شده. من طعمشم از این طرف چشیدم، یه دونه اضافه هاشو گذاشته بودم توی یه ظرف دیگه، توی این سینی جا نشد و چشیدم، خیلی هم خوشمزه شده بود. بذارید یکم سرد بشه بعد واسهتون بشکنم و نشون بدم که بافتش چه مدلیه. یه کمی با پشت قاشق عسل میزنید روش تا بتونیم از پودر پسته و نارگیلم برای تزیینش استفاده کنیم و بهش بچسبه. میتونید از هر مغزی که بخواید استفاده کنید و خوشگلش کنید.
دوستای گلم، امیدوارم که این کلوچه خوشمزه رو درست کنید و برای صبحونه یا عصرونه با چای و یا شیر میل کنید. خیلی خوشمزه شده. جای شما خالی. دیدی که چقدر راحت بود و هیچ کاری نداشت، یعنی خیلی زحمت نداشت، ولی خب یه چیز خیلی خوشمزه از آب در اومد. من حالا همش رو تزیین میکنم براتون و نشون میدم. امیدوارم اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و علامت زنگوله رو. تا هر ویدیویی پر میکنم و براتون میفرستم، برای شما هم ارسال بشه. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید. لطفاً از دوستای افغانی و همزبونای خوبم اگر اسم خاصی واسه این کلوچه دارن، تو کشورشون اسم دیگه ای میگن، واسم کامنت کنن و پست بذارن برام که منم اسم واقعیشو بدونم. خب اینم تا اینجا. دوستتون دارم. همیشه کامتون شیرین باشه. خداحافظ. خب قرار بود وقتی سرد شد تستش رو بهتون نشون بدم. اینم از ببینید چه بافت ترد و پوکی پیدا کرده.